یکی از بزرگترین گروه های بین المللی امداد رسانی اعلام کرد که یمن در محاصره قرون وسطایی به سر می برد و بیش از هر زمان دیگر با خطر قحطی دست و پنجه نرم می کند. مؤسسه خیریه آکسفام با صدور بیانیه‌ای در روز چهارشنبه هشدار داد که یمن پس از گذشت هزار روز از آغاز جنگ علیه آن بیش از پیش در آستانه قحطی قرار گرفته ونکشور این کشور طی این مدت با مقادیری زیاد سلاحهای پیشرفته بمباران شده است این مؤسسه خیریه تاکید کرد همکنون در یمن شاهد محاصره قرون وسطایی هستیم بگونه که اعتلاف علیه یمن از قهطی دست جمعی به عنوان یکی از سلاحهای جنگی استفاده می کند در صورتی که جلوگیری از رسیدن غذا سوخت و داروهای اساسی به دست مردم این کشور هیچ گونه توجیهی ندارد و این مسئله به هیچ وجه قابل تحمل نیست. آکسفام که یکی از بزرگترین گروه های بین المللی امداد رسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بیعدالتی در جهان است، افزود، قحطی با سرعتی بیش از هر زمان دیگر به مردم یمن نزدیک شده بگونه ای که نزدیک به 8 میلیون و 500 هزار نفر در یک مرحله بحرانی در آستانه قحطی قرار دارند و جلوگیری از رسیدن غذا و دارو به دست مردم این کشور یک اقدام تاکتیکی آری از هر گونه احساس جوانمردی، اخلاق و انسانیت است. این مؤسسه خیریه که مقر اصلی آن در شهر آکسفورد بریتانیا قرار دارد عدم تلاش قاطعانه این کشور برای پایان دادن به درد و رنج مردم یمن و محاصره آن را کوتاهی در انجام وظایف دیپلماتیک برشمرد آکسفام در پایان بیانیه خود از کشورهایی که با توجه به کشتار غیر نظامیان در یمن همچنان به عربستان سعودی و کشورهای عضو اعتلافش سلاح می فروشند، به شدت انتقاد کرد.